وان براند سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اوضاع حقوق بشری در افغانستان نگران کننده است و آنان از دسترسی نداشتن دختران و زنان افغانستان به آموزش و کار نگرانند. ما می دانیم که نامه جعلی بوده و دختران نمی توانند به مکتب و زنان به کار بروند. از همین رو اوضاع حقوق بشری در افغانستان زیر تهدید است، به ویژه در زمینه حق کار و حق آموزش برای زنان. طالبان در واکنش به نگرانی اتحادیه اروپا از نقض حقوق بشر در افغانستان میگویند که اگر جامعه جهانی طالبان را به رسمیت بشناسند، آنان نگرانی های جامعه جهانی را در زمینه اوضاع حقوق بشری در افغانستان رفع خواهند ساخت. تا او زمانی که ما به رسمیت شناخته نشیم و انتقادات آنها باشه، این به گمان ما و فکر ما برخورد یک جانبه است. خوب است امرای ما مسئولانه باشند، برخوردشان مسئولانه باشد، اداره فعلی یا حکومت فعلی ما را به رسمیت بشناسند. طالبان افغان هستند ولی باید این موضوع را نباید گروگان بگیرند و نباید که این موضوع را اونا سر جهانی ها بانند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان در یک اعلامیه گفته بود که طالبان از دفتر و تجهیزات این کمیسیون برای پیشبرد کارهای خود استفاده می کنند و باید جلوی آن گرفته شود. احترام به استقلالیت کمیسیون حقوق بشر، فراهمسازی زمینه نظارت مستقلانه بر وضعیت حقوق بشری در سراسر کشور، عمل کردن به تعهدات دولت پیشین افغانستان در کنوانسیون‌های جهانی و رعایت قوانین بشر دوستانه از خواست‌های دیگر کمیسیون حقوق بشر افغانستان هستند. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست از ادامه بررسی ها درباره ادعای استفاده شدن از دفتر و تجهیزات کمیسیون حقوق بشر خبر می دهد. دی بشر حقوق کم اداره سی بوده دی کابل دی تیر اداره برخوا. دی غور خواه نرسمیت ورکر سو دی غور خواه ایجاد سو. دا کم نریوال دی بشر حقوق طولن و جای نده. ورس تو سم مگه جزیات پیدا کهو سی اغا سرنگ استعمال سوی دی چای استعمال کرده تحقیق باو. پیش از این نیز سازمان‌های جهانی و کشورهای گوناگون از نقض رویدادهای حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند.